فصل 3، بو کشیدن حقایق، بازیابی شهود و بصیرت، شروع خودآگاهی، عروسکی در جیب، واسالیسای خردمند. شهود گنجینه ای از روان زنان است، همانند ابزاری آسمانی و مانند کریستالی است که از میان آن می توان دیدی غیر قابل توصیف به درون داشت. شهود شبیه به پیرزن خردمندی است که همیشه همراه شماست، کسی که دقیقاً به شما میگوید موضوع چیست، میگوید که نیاز دارید به کدام سمت بروید، شکلی از آن کس که همه چیز را میداند. داستان روسیه واسالیسا داستانی از شهود زنان است. این داستان در مورد این است که همه چیز آنطور که به نظر میرسد نیست. همه ما شهود و خودآگاهی خود را به کار میگیریم تا چیزها را بو بکشیم. ما از همه حواسمان استفاده می کنیم تا حقایق را از دل چیزهای اطرافمان بیرون بکشیم، ایده هایمان را پرورش دهیم، آنچه برای دیدن است را ببینیم، آنچه که باید بدانیم را بدانیم، از آتش خلاق درونمان محافظت کنیم و با دانش چرخه های زندگی، مرگ، زندگی تمام طبایع و ماهیات انس بگیریم. این معنای یک زن شهودی بودن است. واسالیسا یکی بود، یکی نبود. مادر جوانی بود که در بستر مرگ آرمیده بود. دختر کوچک و همسرش کنار تخت او نشسته بودند و دعا می کردند که خداوند روح او را به سلامت به جهان بعدی هدایت کند. مادر در حال مرگ واسالیسا را صدا زد و دختر کوچک با چکمه های قرمز و پیشبند سفید کنار مادرش زانو زد. مادر آهسته به او گفت: این عروسک برای توست، عشق من. و از زیر رو تختی یک عروسک کوچک بیرون آورد که البسه ای مانند واسالیسا به تن داشت. مادر گفت: عزیزم، این آخرین حرف های من است. هرگاه گم شدی یا نیاز به کمک داشتی، از این عروسک کمک بخواه. او به تو کمک خواهد کرد. همیشه عروسک را همراه خودت نگه دار و در موردش به کسی چیزی نگو. هر وقت گرسنه شد به او غذا بده. این ارثی است که از مادرم به تو میرسد. دعای خیر من همراه توست، دختر عزیزم. و بعد از گفتن این حرفها، نفسهای مادر عمیق‌تر شد تا جایی که روح را از عمق بدنش به لبهایش رسانید. کودک و پدرش مدت طولانی را عزاداری کردند، اما همانند مزرعه‌ای که شخم زده می شود، زندگی پدر از میان شیارهای شخم زده دوباره جوانه زد و او با بیوهی که دو دختر داشت ازدواج کرد. اگرچه نامادری تازه و دخترانش با لحنی مؤدبانه صحبت می کردند و مانند اشرافزاده ها همیشه لبخند به لب داشتند، اما چیز مرموزی در پشت لبخندهایشان بود که پدر واسالیسا آن را درک نمی کرد. مطمئنن وقتی که سه زن با واسالیسا تنها می شدند او را عذاب می دادند. مجبورش می کردند که به آنها خدمت کند. فرستادن او به جنگل برای جمع‌آوری هیزم پوست لطیف او را لکه‌دار کرده بود. آنها از او متنفر بودند زیرا او شیرینی و جذابیتی خاص از دنیای دیگر داشت. او به آنها کمک می کرد و شکایتی نمی کرد، در حالی که نامادری و خواهران ناتنیش مانند موشهای فاضلاب در تاریکی مدام با هم دعوا می کردند. یک روز نامادری و دخترهایش دیدند که دیگر نمی توانند واسالیسا را تحمل کنند. بین خودشان گفتند: بیایید با هم نقشه‌ای بکشیم و او را برای آوردن آتش بفرستیم. بیایید واسالیسا را به جنگل پیش بابا یاگای جادوگر بفرستیم تا از او برایمان آتش بگیرد. بابا یاگای پیر هم حتما او را می کشد و می خورد. عصر که واسالیسا بعد از جمع‌آوری هیزم از جنگل به خانه بازگشت، تمام خانه تاریک بود. او که نگران شده بود از نامادری پرسید: چه شده؟ حالا چطور غذا بپزیم؟ برای روشن کردن این تاریکی چه باید کرد؟ نامادری با عصبانیت گفت: بچه احمق، معلوم است که آتش نداریم و من نمی توانم به جنگل بروم چون پیر هستم. دخترانم هم نمی توانند بروند چون می ترسند. بنابراین تو تنها کسی هستی که می توانی به جنگل بروی و بابا یاگا را پیدا کنی و از او آتش بگیری. واسالیسا معصومانه پاسخ داد: باشد.
و سپس بیرون رفت. جنگل هر لحظه تاریک تر می شد. شاخه ها زیر پای او خورد می شدند و او از صدای آنها می ترسید. دستش را در جیب پیشبندش فرو برد و عروسکی که مادرش به او داده بود را لمس کرد. با خودش گفت: هر وقت این عروسک را لمس می کنم حالم بهتر می شود. در جنگل هر بار به دوراهی می رسید، دست در جیبش فرو می برد و با عروسک مشورت می کرد. خب، حالا باید به سمت چپ بروم یا راست؟ عروسک او را راهنمایی می کرد. واسالیسا همانطور که می رفت، از نانش مقداری هم به عروسک می داد و کاری که احساس می کرد عروسک به او گفته را انجام می داد. ناگهان مردی سفید پوش با اسبی سفید با سرعت از کنار او رد شد و هوا روشن شد. بعد از آن مردی سرخ پوش سوار بر اسبی قرمز عبور کرد و خورشید طلوع کرد. واسالیسا رفت و رفت تا به کلبه بابا یاگا رسید که یک مرد سیاه پوش با اسبی سیاه از راه رسید و داخل کلبه بابا یاگا شد و بلا فاصله شب شد. حصارهای دور خانه که از جمجمه ها و استخوان ها احاطه شده بود زیر نور آتش درون کلبه می درخشید و اطراف را روشن می کرد و همه چیز را نمایان می کرد. همه جنگل با نور عجیبی می درخشید. حالا از بابا یاگا بگویم که موجودی بسیار وحشتناک بود. موجودی که با کالسکه یا عرابه سفر نمی کرد، بلکه در چیزی شبیه به دیگ بزرگی سوار بود که به خودی خود شناور بود. آن را با چیزی شبیه به دسته هاون یا پارو هدایت می کرد و در همان حال که می رفت رد خود را با جارویی که از موی انسان مرده ساخته بود پاک می کرد. این دیگ همانطور که بابا یاگا با موهای چرب و ژولیده‌اش در آن نشسته بود پرواز می کرد. چانه دراز بابا یاگا به سمت بالا چرخیده بود و بینی درازش به سمت پایین، طوری که در نقطه‌ای به هم می رسیدند. خانه بابا یاگا روی پاهای غول‌پیکر و زرد رنگ جوجه‌ای قرار داشت که راه می رفت و گاهی هم مانند رقصنده‌ای مست به دور خودش می چرخید. لولای درها و دستگیره‌هایش از انگشتان دست و پای انسان ساخته شده بود و قفل روی در ورودی از پوزه حیوانی با دندان‌های تیز بود. واسالیسا با عروسک مشورت کرد و پرسید: این همان خانه است که به دنبالش می‌گشتیم؟ عروسک به شیوه خودش پاسخ داد: بله، این همان چیزی است که به دنبالش بودی. و قبل از اینکه بتواند قدمی بردارد، بابا یاگا با دیگش پایین آمد و سر واسالیسا فریاد زد: چی میخوای؟ دختر در حالی که میلرزید گفت: من به دنبال آتیش اومدم. خونمون سرده. خونوادم دارن از سرما میمیرن. ما آتیش نیاز داریم. بابا یاگا قرید و گفت: من تو و خونوادتو میشناسم. بچه بی مصرف. گذاشتی آتیش خاموش شه؟ کار درستی نکردی. حالا هم چرا فکر میکنی من باید به تو آتیش بدم؟ واسالیسا با عروسکش مشورت کرد و به سرعت پاسخ داد: چون من ازت خواهش میکنم. بابا یاگا خورخور کنان گفت: شانس آوردی که جوابت درست بود. اما امکان نداره من به تو آتیش بدم، مگر اینکه واسم کاری انجام بدی. اگه این کاری که میگم انجام بدی به تو آتیش میدم، وگرنه. در این لحظه واسالیسا چشمای بابا یاگا را دید که ناگهان مانند زغالی سرخ شده بود. وگرنه بچه من، تو خواهی مرد. بعد بابا یاگا وارد کلبه شد و روی تخت خوابش دراز کشید و به واسالیسا دستور داد از آنچه روی اجاق در حال پختن بود برایش بیاورد. روی اجاق به اندازه 10 نفر غذا بود، اما بابا یاگا همه آنها را خورد و فقط تکه نان و کمی سوپ برای واسالیسا ماند. بعد بابا یاگا دستور داد که لباسامو بشور، حیاتو آب و جارو کن، خونه را تمیز کن، غذامو آماده کن، ذرت‌های خوب و از ذرت‌های خراب جدا کن و همه چیزو سر جاش بذار. وقتی برگشتم همه چیزو بررسی میکنم. اگه این کارها رو انجام نداده باشی خودت غذای من میشی. بابا یاگا رفت. واسالیسا به سراغ عروسکش رفت و گفت: چی کار کنم؟ آیا میتونم همه این کارا رو به موقع انجام بدم؟ عروسک به او اطمینان داد که میتونی. بهتره حالا کمی غذا بخوری و بخوابی.
واسالیسا مقدار غذا به عروسک داد، سپس خوابید. صبح که شد، عروسک همه کارها را انجام داده بود و فقط مونده بود پختن غذا. بعد از ظهر بابا یاگا برگشت و دید هیچ کار نکرده‌ای باقی نمونده. از این بابت خوشحال شد، اما به خاطر اینکه نتوانست ایرادی پیدا کند، قرشی کرد و گفت: تو خیلی خوش شانسی. بعد خدمتکارانش رو صدا زد و خواست تا زورت‌ها را آسیاب کنند، که در همین موقع سه جفت دست در میان هوا ظاهر شدند و شروع کردند به ورچیدن و آسیاب کردن زورت‌ها. پوسته های زورت مانند دانه های برف طلایی رنگ در هوا پخش می شدند. سرانجام کار انجام شد و بابا یاگا نشست تا غذا بخورد. بابا یاگا ساعتها غذا خورد و بعد به واسالیسا دستور داد که دوباره خانه را تمیز کند، حیاط را جارو کند و لباسهای او را بشوید. بابا یاگا به تلی از گلولای در گوشه حیاط اشاره کرد و گفت: در آن تل گلولای یک خروار دانه خشخاش است. میلیون ها دانه خشخاش. من میخوام تا صبح تمام اون دونه ها رو از گلولای سوا کنی. فهمیدی چی گفتم؟ واسالیسا نزدیک بود از حال برود. خدای من، چطور میتوانم این کار را انجام دهم؟ دستش را دوباره در جیبش فرو کرد و عروسک زمزمه کرد: نگران نباش، من حواسم هست. بعد از اون که بابا یاگا به خواب رفت، واسالیسا مشغول برداشتن دانه ها شد، دانه های خشخاش از گلولای. بعد از مدتی عروسک به او گفت: حالا برو بخواب، بقیش با من. دوباره عروسک همه اون کارا رو انجام داد و زمانی که پیرزن از خواب بیدار شد، همش انجام شده بود. بابا یاگا با طعنه و تو دماغی گفت: خیلی خوب، خوش به حالت که تونستی همه کارا رو انجام بدی. بعد به خدمتکاران وفادارش گفت که دانه ها را فشرده کنند و روغن آنها را بگیرند. دوباره سه جفت دست ظاهر شد و کارها را انجام داد. بابا یاگا با چربی کنار اجاق لبانش را چرب کرد و واسالیسا کنارش ایستاده بود. بابا یاگا با تندی پرسید: به چی زل زدی؟ واسالیسا پرسید: ممکنه چند تا سوال ازتون بپرسم؟ بابا یاگا با حالت دستوری گفت: بپرس، اما یادت باشه دونستن زیادی میتونه آدمو زود پیر کنه. واسالیسا در مورد مرد سفید پوش با اسب سفیدش پرسید. یاگا با علاقه پاسخ داد: آهان، اون اولی روز من است. و آن مرد سرخ پوش با اسب قرمزش؟ آهان، اون طلوع آفتاب من است. آن مرد سیاه پوش با اسب سیاه؟ آه بله، اون سومی هم شب من است. واسالیسا گفت: فهمیدم. بابا یاگا گفت: بیا جلو بچه، دوست نداری سوالات بیشتری بپرسی؟ واسالیسا میخواست در مورد آن سه جفت دستی که در هوا ظاهر و ناپدید میشوند بپرسد، اما عروسک در جیبش شروع به بالا و پایین پریدن کرد. واسالیسا در عوض گفت: نه، همونطور که خودتون گفتین، دونستن زیاد میتونه آدم رو زود پیر کنه. بابا یاگا در حالی که سرش را مانند پرنده ای تکان میداد گفت: دخترم، تو از سنت عاقل تری، چی شده که اینطوری رفتار میکنی؟ واسالیسا لبخند زد و گفت: به خاطر دعای خیر مادرم است. بابا یاگا فریاد زنان گفت: دعای خیر، دعای خیر، ما تو این خونه نیاز به دعای خیر نداریم دختر جون. و واسالیسا را در تاریکی شب از خانه بیرون انداخت. بابا یاگا جمجمه ای با چشمان گداخته از روی حصار برداشت و بر سر چوبی چسباند و گفت: این جمجمه رو بگیر و به خونه ببر. این هم آتیشی که میخواستی. حتی یک کلمم دیگه نگو. فقط راتو بگیر برو. واسالیسا شروع کرد به تشکر کردن از بابا یاگا. اما عروسک داخل جیبش شروع به بالا و پایین پریدن کرد و واسالیسا فهمید که باید آتشا بگیرد و برود. او از میان جنگل تاریک شروع به دویدن کرد. هر کجا که به پیچ و خم جاده می رسید، عروسک به او می گفت که از کدام راه باید برود. واسالیسا جمجمه به دست از میان جنگل می رفت. جمجمه ای که آتش از گوش ها و چشم ها و بینی و دهانش بیرون می زد. ناگهان او از وزن و نور عجیب و غریب جمجمه وحشت کرد. فکر کرد آن را دور بیاندازد و برود. اما جمجمه با او صحبت کرد و او را متقاعد کرد که آرام باشد و به راه خود به طرف خانه نامادری و دخترهایش ادامه دهد.
سرانجام واسالیسا به خانه رسید. نامادری و دخترها او را دیدند و به طرفش دویدند. گفتند که از موقعی که او رفته آنها بدون آتش ماندند و با اینکه بسیار تلاش کردند دوباره آتش روشن کنند اما همش بیفایده بوده است. واسالیسا با احساسی پیروزمندانه وارد خانه شد، زیرا از این سفر خطرناک جان سالم به در برده بود و آتش به خانه آورده بود. اما جمجمه چسبیده بر سر چوب به خواهرها و نامادری خیره شده بود و با هر حرکتی که می کردند آنها را می سوزند و تا صبح هر سه آنها را سوزند و به خاکستر مبدل کرد. واسالیسا داستان انتقال موهبت و رحمت قدرت زنانه و شهودی از مادر به دختر و از نسلی به نسل بعد است. این قدرت عظیم شهودی بودن ترکیبی از بصیرت درونی، قدرت شنوایی درونی، حس درونی و دانش درونی است. طی نسل‌ها این قدرت‌های شهودی در میان زنان به خاطر عدم استفاده از آنها و تهمت‌های بی‌پایه و اساس و قضاوت‌های بیهوده دفن شدند. اما همانطور که یونگ گفته است، در روان آدمی هیچ چیز برای همیشه از بین نمی رود. برای فهم اهمیت این داستان باید ویژگی های عناصر تشکیل دهنده روان زنان را درک کنیم. تمام جنبه های این داستان به روح و روان فرد تعلق دارند و فرایند خودآگاهی او را روشن می سازند. خودآگاهی که به وسیله انجام وظایف خاص صورت می‌گیرد. در این داستان روح باید 9 وظیفه را به انجام برساند. از طریق کامل کردن این وظایف، شهود زن که هر کجا زن قدم می‌گذارد او می‌داند و به هر آنچه که او در زندگی نگاه می‌کند آگاه است و با دقتی وسیع همه حقایق را به او می‌گوید، از نو در روح و روان زن جای می‌گیرد. هدف برقراری ارتباطی عاشقانه و مطمئن با این شهود است که ما آن را زن دانا یا کهن الگوی زن وحشی می نامیم. وظیفه اول، اجازه بدهید مادر زیادی خوب بمیرد. در ابتدای داستان می بینیم که مادر در حال مرگ است و میراثی مهم برای دخترش به جا می گذارد. وظایف روحی در این مرحله از زندگی زن اینها هستند: 1. پذیرش یک مادر روحی همیشه مراقب، همیشه حاضر و حمایتگر به عنوان راهنمای زندگی غریزی آینده فرد کافی نیست. 2. انجام وظیفه به دست آوردن استقلال، متکی به خود بودن، پرورش خودآگاهی در مورد خطر، فریب و سیاست نیست، بلکه هوشیار بودن ذاتی به خاطر خود فرد است. در این داستان فرایند خودآگاهی از جایی آغاز می شود که مادر عزیز و خوب می میرد. او دیگر نیست تا موهای واسالیسا را نوازش کند. در زندگی همه دختران زمانی می رسد که مادر خوب روح و روان، مادری که به خوبی به ما خدمت کرده و به وجودش در اوایل زندگی ما نیاز داشتیم تا به اینجا برسیم، تبدیل به مادر زیادی خوب می شود. یعنی مادری که به خاطر ویژگی های بسیار حمایت کنندش ما را از روبرو شدن با چالش های تازهی که منتهی به رشد و خودآگاهی عمیق در ما می شود باز می دارد. در فرایند طبیعی بلوغ مادر زیادی خوب باید کم کم از میان برود تا بتوانیم خودمان از خودمان محافظت کنیم و راه تازه‌ای در پیش بگیریم. در حالی که ما همیشه هسته گرما بخش وجودش را حس می کنیم، ما را به حال خودمان رها می کند. اما صبر کنید، این مادر زیادی خوب آنطور که در ابتدا به نظر می رسد نیست. او عروسک کوچکی زیر پتو دارد که آن را به دخترش هدیه می دهد. مادر زیادی خوب نمی تواند به شکل زن وحشی نقش خود را ایفا کند، زیرا او مادر دوران شیرخوارگی است. همان موهبتی که کودک به او نیاز دارد تا در دنیای روانی عشق توانمند شود. بنابراین اگرچه این مادر زیادی خوب نمیتواند بیش از این زندگی کند و بیشتر از نقطه معینی بر زندگی دختر تأثیر گذار باشد، به این صورت در حق فرزند خود کاری انجام میدهد.
برای برخی از دختران فرایند پیشرفت به مرحله تازه و هوشیاری بیشتر فقط به نیمه از راه تکامل می رسد و زن سالها با القا و سرگردانی به دنبال کمال خودآگاهی که می خواهد می گردد تا سرانجام به آن برسد. ممانعت از رسیدن زنان به خودآگاهی و شهود دلایل گوناگونی دارد. زمانی که از اوایل زندگیش به مشقت‌های روحی روانی زیادی دچار شود، به ویژه آن زمان که در دوران کودکی مادر زیادی خوب حضور مستمر و کافی نداشته باشد. همچنین ممکن است خودآگاهی به این دلیل متوقف شود که تنش روانی کافی در فرد وجود نداشته باشد. جایی که مادر زیادی خوب همچنان مانند پیچک به بودنش ادامه دهد و برگ‌های حمایتش را در زندگی دخترش بگستراند. در چنین موقعیتی زنان احساس می‌کنند که جرأت و شهامت ورود به جنگل را ندارند و در برابر همه آنچه که می‌توانند انجام دهند مقاومت می‌کنند. با صرف نظر کردن از سن و سال فرد، تصدیق دوباره او، ردیابی دوباره شهود و فوکوس دوباره بر روی خودآگاهی او می تواند دوباره حالت شهودی خود را به دست آورد. خودآگاهی واسالیسا با این آموزه شروع می شود که بگذاریم آنچه که باید بمیرد بمیرد. این بدان معناست که آن ارزش ها و نگرش های درونی که دیگر به درد ما نمی خورند بروند. به ویژه عقاید کهنه‌ای که بیش از حد ما را در امنیت نگه می‌دارند و باعث می‌شوند که زنان به جای گام‌های بلند قدم‌های کوتاه بردارند. اگر ما بیش از حد کنار مادر حمایتگر درونیمان بمانیم، موانعی بر سر چالش‌هایی که برای شناخت خودمان به آنها نیاز داریم ایجاد می‌کنیم که مانع از توسعه و پیشرفتمان می‌شود. زنان باید در زندگی هدفی داشته باشند که خواهان رسیدن به آن باشند و به خاطرش خطر کنند و از طریق این فرایند است که یک زن قدرت‌های شهودیش را تقویت می‌کند. در میان گرگ‌ها وقتی ماده گرگ از توله‌هایش حمایت می‌کند، توله‌ها بیشتر وقتشان را به تنبلی و بتالت صرف می‌کنند. دنیای بیرون و دنیای چالش ها برای آنها در دور دست هاست. اما سرانجام زمانی که ماده گرگ توله هایش را برای شکار و تهیه غذا آموزش می دهد، بیشتر اوقات با نشان دادن دندان ها و خورناس کشیدن از آنها می خواهد که به دنبالش بروند و اگر از او اطاعت نکنند آنها را تنبیه می کند. بنابراین برای رسیدن به مراحل بیشتری از رشد، مادر درونی همواره حاضر و حمایتگرمان را با مادر دیگری عوض می کنیم. مادری که هم محافظ ماست و هم به ما تعلیم می دهد. او مادری است که ما را دوست دارد اما در عین حال خشن و سختگیر هم هست. بیشتر ما اجازه نمی دهیم مادر خیلی خوب بمیرد، حتی اگر زمان مردنش فرا رسیده باشد. هرچند که این مادر خیلی خوب ممکن است اجازه ندهد که انرژی فعال و خلاق ما بروز پیدا کند، بودن با او بسیار خوب است چون آسوده خاطری. اما اگر ما مدت طولانی در کنار این مادر زیادی خوب بمانیم، زندگی و استعدادهای ذاتی من تبدیل به سایه شده و به جای قوی تر شدن ضعیف تر می شویم. و بدتر از آن، زمانی که کسی انرژی زنده‌ای را سرکوب کند و به آن اجازه حیات ندهد چه اتفاقی می افتد؟ مانند دیگ جادویی پر از معجون که به دستان آدم اشتباهی می افتد، می جوشد و می جوشد تا بالاخره منفجر شود. همه محتویات خوبش روی زمین می ریزد و هدر می رود. ما باید درک کنیم که برای داشتن یک روح شهودی، حامی همیشه حاضر خوب را فدا کنیم. یا به بیان دقیق تر، سرانجام می فهمیم که از آن گوشه دنج و امن خود بیرون انداخته شده ایم. نه به این خاطر که برایش از قبل برنامه ای داشته باشیم و نه به این علت که آمادگی کامل برای انجامش داشتیم. هیچ کس هرگز کاملا آمادگی این کار را ندارد. بلکه به این خاطر که چیزی منتظر ماست، چیزی در جنگل که سرنوشت ماست و ما آن را ملاقات خواهیم کرد. گاهی اوقات زنی از اینکه مدتی بدون امنیت و در وضعیت نامطمئن زندگی کند می ترسد.
تنها کاری که او باید انجام دهد این است که بدون اینکه بداند چه اتفاقی می‌افتد دست به عمل بزند. این تنها کاری است که طبیعت شهودی او را باز می‌گرداند. وظیفه دوم، افشای سایه خام. در این بخش از داستان، خانواده نامادری پا به دنیای واسالیسا می‌گذارند. وظایف این دوره عبارتند از 1. فهمیدن اینکه خوب بودن، دوست داشتنی بودن و درست بودن باعث نمی شود که زندگی شادی داشته باشیم. 2. تجربه مستقیم با ماهیت سایه درونی فرد، به ویژه محرومیت، حسادت و جنبه های بهره برداری از خود. اینکه اجازه بدهیم تنشی بین آنچه که فکر می کنیم هستیم و آنچه که واقعا هستیم ایجاد شود. و اینکه بگذاریم خود کهنه و قدیمی من بمیرد و خود شهودی تازه‌ای متولد شود. نامادری و خواهرهای ناتنی نماد عناصر رشد نیافته اما بسیار ظالمانه روان ما هستند. آنها عناصر سایه هستند، یعنی جنبه‌هایی از شخص که از نظر خود یا ایگو یا همان نفس ما نامطلوب هستند یا مفید نیستند و بنابراین به تاریکی رانده شدند. از طرفی جنس سایه می تواند کاملا مثبت باشد، زیرا اغلب استعدادهای زنان به تاریکی رانده شده و منتظر کشف شدن هستند. از طرفی هم جنس سایه می تواند منفی باشد، همانی که مدام زندگی نورا می کشد و نمی گذارد جریان پیدا کند. در این مرحله از کشف و شهود، یک زن با خورده تقاضاهای روان خود که او را ترغیب می کند مطابق خواست دیگران رفتار کند، مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. این تطبیق دادن و سازش باعث شناخت و قدرت تشخیص می شود که همه زنان باید آن را تجربه کنند. یعنی وقتی می خواهیم خودمان باشیم، خیلی ها ما را طرد می کنند. و اگر با آنچه که دیگران می‌خواهند باشیم خودمان را تطبیق بدهیم، باعث می‌شود که از خودمان دور شویم. این تنش عذاب‌آوری است که باید تحملش کرد، اما در نهایت انتخابی واضح و بدیهی است. واسالیسا فردی مفقود شده است، زیرا او چیزی به ارث برده و حالا در خانواده‌ای قرار گرفته که نمی‌توانند او را درک کنند یا قدرش را بدانند. طوری با او رفتار می شود که انگار وجودش اضافی است. آنها از او نفرت دارند و با او مثل یک غریبه رفتار می کنند. مانند یک موجود بی ارزش. در قصه های کهن نقش یک چنین غریبه یا مطرودی را کسی ایفا می کند که از ارتباط عمیقی با دانایی و شهود برخوردار است. خانواده ناتنی واسالیسا یک عقده درونی است که اعصاب حیات زندگانی را نابود می کند. از آنجا که واسالیسا هنوز به قدرتش کاملاً واقف نیست، اجازه می دهد این شیطان در زندگیش رخنه کند. برای اینکه او بتواند زندگیش را باز پس بگیرد، چیزی متفاوت و حیات بخش باید برایش رخ بدهد. همین امر برای ما هم صدق می کند. ما می توانیم در این داستان ببینیم که شهود واسالیسا درباره آنچه که در دوروبرش رخ می دهد تا چه حد ضعیف است. به علاوه پدر روان او نیز متوجه دشمنی دوروبرش نیست. او خودش هم زیادی خوب است و شهود و بصیرت درونیش رشد چندانی نداشته است. جالب است به این نکته توجه داشته باشید که دخترانی که پدرانی ساده‌لوح و خام دارند اغلب بیشتر طول می کشد تا به آگاهی برسند. ممکن است این طور آموخته باشیم که برای کنار آمدن با زندگی باید بینش درونی من را نادیده بگیریم. هرچند مجازات این بیتوجهی به وضعیت‌های ظالمانه این است که بدرفتاری با ما بیشتر می شود. شاید زنان اینطور احساس کنند که وقتی به خودشان و شهودشان نزدیکتر می شوند، با بقیه غریبه می شوند. این دقیقاً همان تنش روانی است که برای ساختن روح و ایجاد تغییر لازم دارند. زنانی که در خانواده‌های بزرگ می شوند که به استعداد ذاتی آنها اهمیتی داده نمی شود، اغلب بارها و بارها به جستجوهای بزرگ و مخاطره آمیز دست می زنند که علتش را هم نمی دانند.
عقده خانواده ناتنی که مهم نیست آن را از کجا دریافت کرده باشیم متعلق به ماست و وظیفه خودمان است که با رفتاری توانمند و قدرتمند با آن روبرو شویم. هرچند می توانیم ببینیم که برای کاری عمیق و برای ادامه دادن سعی در این که ارزش خود را به گروه حسودان بدزاد ثابت کنیم بیفایده است. و نیز خواهیم دید که در حقیقت مانع از خودآگاهیمان می شود. واسالیسا هر روز بدون اینکه گله و شکایتی داشته باشد همه کارها را انجام می دهد. تسلیم بودن بدون شکایت. به نظر رفتاری قهرمانانه می رسد. اما در حقیقت بیشتر و بیشتر باعث می شود که فشار و تنش بین دو ماهیت مخالف رخ دهد. یک طرف زیادی خوب می شود و طرف دیگر زیادی متوقع. البته نزاع و کشمکش بین زیادی تطبیق یافته بودن و خود بودن منجر به پایانی خوش خواهد شد. زنی که بین این دو فشار تکه تکه شود خوب است، زیرا باعث می شود که او قدم بعدی را در راه رشد خود بردارد. در تمثیلی که در این قصه دیدیم، خانواده ناتنی به حدی روح را تحت فشار قرار می دهند که به خاطر توطئه آنها آتش این روح خاموش می شود. در این هنگام است که زن تحمل روانی خود را از دست می دهد، احساس سرما و تنهایی می کند و می خواهد دست به هر کاری بزند تا این نور را برگرداند. این همان تکانی است که یک زن به آن نیاز دارد تا قدرتش را برای ادامه مسیر به او القا کند. واسالیسا همانند ما نیاز به نور راهنمایی دارد تا به او نشان بدهد که چه چیز خوب و چه چیز بد است. او تا زمانی که پا به رکاب همه باشد نمیتواند رشد کند. زنانی که سعی میکنند احساسات عمیقشان را پنهان کنند خودشان را میکشند و آتششان خاموش می شود. این شیوه دردناکی برای پایان بخشیدن به حیات یک زن است. برعکس آن و شاید هم کمی بی‌رحمانه تر زمانی است که آتش بیرون می زند. واسالیسا تلاش می کند تا از مطیع و تسلیم بودن نجات یابد. تلاش می کند که شیوه گذشته زندگیش را بمیراند و با ترس و لرز به راه و رسم تازه از زندگی قدم بگذارد. زندگی تازه‌ای که بر پایه کهنه دانشی درونی و عقلانی استوار است.